این هفته مانع بدون دیوار. آیا فناوری میتونه جای دیوار ترامپ رو بگیره؟ چطور مایکروسافت از خواب بیدار شد؟ و انتقامجویان چطور روی پرده جان گرفتند؟ از زمانی که ترامپ وارد رقابت‌های انتخاباتی 2015 شد، ساخت دیوار مرزی بین آمریکا و مکزیک روی سیاست‌های آمریکا سایه انداخت. We are going to build a great border wall to stop illegal immigration. ماجرا وقتی به اوج خودش میرسه که به علت دعوا سر بودجه این دیوار، ترامپ در ماه دسامبر دولت فدرال رو تعطیل اعلام می‌کنه. We're going to have a shutdown. There's nothing we can do about that. 35 روز تعطیلی دولت رکورد رو شکست و بدون هیچ راه حلی خاتمه پیدا کرد. هرچند بالاخره بعدم بودجه بدون طرح ترامپ تصویب شد و ترامپ هم با دور زدن کنگره و اعلام وضعیت اضطراری وعده داد طرحش رو عملی میکنه. برخلاف ترامپ که همچنان دنبال ساخت دیوار مرزی خودشه، دموکرات ها بیشتر روی استفاده از فناوری به جای دیوار فیزیکی تاکید میکنند. ولی آیا اساساً چنین چیزی ممکنه؟ اگه آره، چه جور مرزی خواهد بود؟ برای اینکه سر در بیاریم، سری زدیم به آریزونا، یه سرگوشی آب دادیم. So I'm on my way to the Nogales border. داریم میریم ایستگاه گشت مرزی نوگالس. اونجا از لحاظ فناوری یکی از پیشرفته‌ترین مراکز کنترل مرز آمریکا و مکزیک و تنها در گذرگاه مرزیش ماهانه مجوز عبور صدها هزار نفر بررسی میشه. اما امروز قراره با دن هرناندز مأمور گشت در طول مرز رانندگی کنیم. اون کارش اینه که جلوی عبور غیرقانونی آدم‌ها از مرز رو بگیره. جهت اطلاع قراره در دوروبر منطقه شما باشن. ما 421 کیلومتر نردکشی تو خط مرزی با مکزیک داریم. اما هزاران کیلومتر بی‌حفاظه. کار عظیم و وحشتناکیه. اما با کمک فناوری میتونیم جلوی حریفامون رو بگیریم. منطقه گشتی دن از کل ایالت نیوجرسی بزرگتره. در سال 2017 فقط در منطقه ماموریتش توسان 40,000 نفر دستگیر شدن. ماموران مرزی مثل او باید هر روز در این منطقه خطرناک گشت زنی کنن. هر تیکه از تجهیزاتشون حیاتیه و باید درست کار کنه، از جمله تجهیزات رادیوییشون. این یکی رمزنگاریش به خاطر نگرانی‌های مرتبط با امنیت ملی و عناصر تبهکار از بیشتر رمزنگاری‌های حوزه‌های دیگه پلیس پیچیده‌تره. بی‌سیم‌هامون به GPS مجهزن. پس اگه برام اتفاقی بیفته فقط کافیه این دکمه رو فشار بدم و کمک سر برسه. کمک از اینجا میاد، مرکز کنترل نوگالس. ماموران اینجا با کمک یه سیستم نظارتی پیشرفته دقیقاً میتونن همه چیز رو ببینن. برج‌های مراقبت ثابت یا IFT که از انرژی خورشیدی استفاده می‌کنن به دوربین‌های فیلمبرداری و حرارتی با برد زیاد و همینطور رادار مجهزن. بنابراین می‌تونن امکان دیدبانی از نقاط مرتفع رو برای چشمان همیشه مراقب ماموران مرکز کنترل فراهم کنن. سیستم رادیویی ما حرکت رو تشخیص میده و دوربین رو روی نقطه‌ای که تحرک توش دیده شده متمرکز میکنه. قبلا به دلیل فاصله زیاد دوربین‌ها تصاویر شطرنجی بودن و به سختی میشد تصاویر دور رو واضح دید. اما الان با استفاده از فناوری دقت دوربین‌ها حتی در فواصل طولانی‌تر هم بالا رفته و تصاویر رو مثل آینه واضح و شفاف می‌بینیم. دیگه به راحتی میتونیم هر چیزی رو که از نرده‌ها عبور می‌کنه تشخیص بدیم. از انسان گرفته تا کالای قاچاق. به علاوه امنیتمون هم بالا رفته. اگه یه مهاجم با اسلحه کمین کرده باشه و من ندونم، ممکنه درگیر موقعیت خطرناکی بشم. اما اگه قبل از مراجعه به محل از اوضاع مطلع باشم، میتونم به امکانات دیگه ای فکر کنم. علاوه بر صرفه‌جویی در وقت و تأمین امنیت ماموران، این برج‌های مراقبت از مکان‌هایی که نرده ندارن هم محافظت می‌کنند.
در منطقه ساحلی ماریپوسا مجبورن نرده ها رو بالا ببرن تا آب اونها رو فرسوده نکنه. بنابراین آدم به آسونی میتونه از زیرش عبور کنه. این نرده ها یا دیوار برای شرایط حاد در نظر گرفته شدن. اما مردم نباید تصور کنن این تنها چیزیه که امنیت آمریکا رو تضمین میکنه. نرده کشی یکی از ابزارهامونه. اما قرار نیست کسی رو داخل یا خارج نگه داره. ما نیرویی هستیم که مأمورانش با استفاده از ترکیب دیوار و فناوری مرزها رو محافظت میکنن. مأموران دستگیر میکنن، دیوار هم وجود داره و فناوری مکمل هر دوه. این میتونه از چند کیلومتر تا چند ده متر باشه. در فاصله 5 دقیقه‌ای دن جایی رو نشون میده که بیشتر مسئولیت محافظت از مرز به گردن فناوریه. اصلا انتظار دیدن همچین چیزی رو نداشتم. با تصور رایج از دیوار مرزی بین آمریکا و مکزیک فرق داره. همونطور که گفتم اینجا نردکشی واقعی وجود نداره. حفاظ قویی نیست، فقط قرار جلوی عبور خودروها رو بگیره. درسته که این نرده ها نمیتونه جلوی افراد رو بگیره، اما ظاهراً سر تا سر اینجا حسگرهایی داخل زمین دفن شده که وجود آدم ها رو به سرعت مخابره میکنه. فناوری قراره به ماموران کمک کنه وظایفشون رو انجام بدن، اما همیشه تبهکاران نیستند که به دام میفتن. بحران اخیر کاروان مهاجران نشون داد که خانواده ها چطور خطر رو به جون میخرن تا در آمریکا زندگی بهتری داشته باشند. خیلی هاشون از هم جدا افتادند و تعدادی کودک هم پس از دستگیری جونشون رو از دست دادند. دن البته میگه فقط داره وظیفش رو انجام میده. مهم تأمین امنیت مرزیه که برای کل کشور حیاتیه. ما صرفاً ماموریم و مجری قانون، نه قانونگذار. پس سعی میکنیم به نحو احسن شغلمون رو انجام بدیم. در سال 2017، گشت مرزی بیش از 400 تن مواد مخدر رو در مرز آمریکا و مکزیک ضبط کرده. قاطرهای حامل مواد مخدر رو با طبیعت اطراف استتار میکنن. خیلی وقتا نمیتونیم ببینیمشون. اما با دوربین‌های مادون قرمز که به حرارت بدن حساسن، حتی در تاریکی شب هم میتونیم تشخیصشون بدیم. بنابراین همیشه فناوری ما یک پله بالاتر از ترفندهای مجرم است. چنین ساختاری نه تنها به ماموران امکان کنترل مناطق دورافتاده رو میده، بلکه در مناطق مسکونی هم برای کاهش جرم استفاده میشه. نوگالس شهریه که به دو بخش تقسیم شده. در بخش آمریکاییش 20,000 نفر و در بخش دیگه 210,000 نفر زندگی میکنند. بالای این تپه یک برج مراقبت RVSS نصب شده. این برج مجهز به سیستم نظارتی ویدئویی از راه دوره که در واقع از نزدیک مراقب همه چیزه. این شهر سابقا خیلی خطرناک بوده، اما ظاهرا حضور این چشمان آسمانی امنیت رو افزایش داده. شاید هم نچندان. سنگ میندازن رو اون سقف نازک. آره، سنگ میخوره روش. دارن به طرف مامورا سنگ پرت میکنن. باید از اینجا بریم. باید بریم. بدو. اول صدای پرتاب سنگ رو روی سقف اون گاراژ شنیدیم. اونطور که پیداست دارن به طرف ما سنگ میندازن. برای همین داریم از اینجا میزنیم به چاک. کسی آسیب ندیده، اما مراقب امنیتتون باشین. اینجا جاییه که معمولاً قاچاقچی‌های انسان یا خبرچین‌هاشون جولان میدن. فکر کنم یکی زیر اون درخته. حتماً قاچاقچی انسانه. حس چیه که یکی تو رو زیر نظر داره؟ همیشه همینه. اونا همیشه اونجا هستن. کم کم بهش عادت میکنی. در حالی که خبرچین‌ها ساعت‌های جا میشینن، مهاجرانی که از بیابون عبور میکنن از یه محل به محل دیگه میرن. برای همین گشت مرزی خودروهای مجهز به سیستم نظارتی متحرک داره تا به مناطق دورافتاده دسترسی داشته باشه. اینها مجهز به یابنده‌هایی با بازه حرارتی هستند که امکان اندازه‌گیری فاصله خودشون با افراد در حال عبور از مرز رو میده. همینطور هشداردهنده‌های لیزری دارن که به ماموران گشت در محل علامت میده و اونها هم از طریق عینک‌های دید در شب این علامت رو می‌بینن. یک خودروی مجهز به سیستم نظارتی میتونه به جای 4 تا 6 نفر کار کنه. گمرک و مرزبانی آمریکا همینطور مشغول آزمایش پهپادهایی‌اند که مجهز به فناوری تشخیص چهره‌اند تا از نقاط دیدی بالاتر مرز رو زیر نظر بگیرند.
گشت مرزی داره یه سیستم رادیویی روی گوشی تلفن همراه رو امتحان میکنه که قراره مامورا رو از محل همدیگه مطلع کنه. مرز هر روز در حال تغییره. با توسل به فناوری و سرمایه‌گذاری در اون میتونیم با آخرین ترفندهای قاچاقچیان مقابله کنیم و در نقاط مرزی هر نقشه‌ای رو که با منافع آمریکا تقابل داره خنثی کنیم. با اینکه دیوار ترامپ موضوع بحث و جدل‌های سیاسی شده، حفظ امنیت مرزی به یک حفاظ فلزی ختم نمیشه. ابزارهای ارتباطی و نظارتی در فعالیت‌های روزانه این ماموران نقش تعیین کننده‌ای دارند. اینکه آیا فناوری میتونه کاملاً جای دیوار رو بگیره، موضوعیه که در هفته‌های آتی سیاستمدارا راجع بهش بحث خواهند کرد. این هفته نمایندگان مجلس بریتانیا در گزارشی پیرامون اخبار جعلی گفتند فیسبوک مثل تبهکاران دیجیتالی عمل میکنه. کمیته فرهنگ، رسانه و ورزش پارلمان فیسبوک رو متهم کرد که مانع تحقیقات شده و نتونسته با دخالت روسیه در انتخابات مقابله کنه. در حالی که مارک زاکربرگ قراره با وزیر فرهنگ بریتانیا دیدار کنه، فیسبوک گفته برای حل مشکل تغییراتی اعمال کرده. در همین حال مایکروسافت گفته متوجه تلاش‌هایی برای هک نهادهای دموکراتیک، اتاق‌های فکر و سازمان‌های غیرانتفاعی در اروپا شده. این شرکت به کشورهای هدف حمله خدمات امنیت سایبری اختصاصی ارائه کرده. و گوگل پذیرفته که عدم اعلام وجود میکروفون در سامانه آلارم خونگیش اشتباه بوده. وجود این میکروفون وقتی معلوم شد که گوگل وعده داد در یک بروز رسانی امکان کنترل صوتی به این دستگاه اضافه میشه. و کفش های خودبند نایک رو که با گوشی هوشمند کنترل میشن یادتونه؟ راستش یه روز بعد از رونمایی به روزرسانی اپ اندروید این کفش باعث شد توانایی های هوشمندش از کار بیفتن. صاحبان خودرو در استرالیا به زودی میتونن پلاک هاشون رو به لطف شکلک ها با ایموجی جذاب تر کنن. اونا میتونن از اول مارس از بین 5 شکلک یکی رو انتخاب و به پلاکشون اضافه کنند. و در آخر همه میدونن که سگ‌های خونگی رو نباید وسط تابستون توی خودرو داغ رها کرد. حالا شرکت خودروسازی تسلا به خودروهاش حالت سگ رو هم اضافه کرده. وقتی این حالت فعال بشه، علاوه بر تنظیم تهویه هوای خودرو، یک پیام هم روی داشبورد نشون داده میشه تا خیال رهگذران رو راحت کنه که صاحب سگ به زودی برمیگرده. این روزا همه جا صحبت از استارتاپ و شرکت‌های نوپاست. با این حساب وقتی که اسم مایکروسافت به گوشمون می‌خوره احتمالاً فکر کنیم ای بابا این که دیگه خیلی عتیق است. همکاری پول آلن و بیل گیتس که منجر شد به سیستم عامل ویندوز دوره درخشانی رو برای کامپیوترهای شخصی رقم زد. اما الان بیشترمون از تلفن‌های گوگل و اپل استفاده می‌کنیم و مایکروسافت خیلی عقب افتاده. زمانی که آیفون و گوشی‌های هوشمند دیگه به بازار اومدن، مایکروسافت خیلی از خود راضی بود. به لطف نرم افزارهایی مثل ویندوز و آفیس و همینطور ایکس باکس تجارت خوبی داشت. ولی به اندازه یک شرکت کوچیک و متمرکز قابلیت تحرک و جابجایی نداشت. به نظرم وقتی یک تجارت جا افتاده دارین و تلاشتون روی یک کار مشخص متمرکزه، به سختی میتونین در مقابل فناوری‌های جدیدی که جلوتون سبز میشن و ممکنه به همتون بریزن واکنش نشون بدین. اما جایگاه اول صنعت فناوری متعلق به کدوم شرکته؟ اپل، آمازون، گوگل و فیسبوک رو فراموش کنید. برای نخستین بار از سال 2002 در آخر نوامبر 2018 مایکروسافت به پرارزش‌ترین شرکت فناوری تبدیل شد. یعنی کجای کار درست بود؟ باید بگم یه جایی حدوداً همین جاها. 5 سال پیش ساتیا ندلا رئیس شد و تونست که تکونی به این ماشین گنده و سنگین بده. به نظر من مدیر عامل هر شرکت به نحوی آهنگ و جهت حرکت اون شرکت رو تعیین میکنه. استیو کلایتون داستانگوی ارشد مایکروسافته. درست شنیدید. این واقعا اسم یک شغله و اون واقعا خوب بلده تعریف کنه که چطور از زمان ریاست نادلا ارزش مایکروسافت بیش از 3 برابر شده؟ این آدم چطوری نبض کامپیوترهای شخصی رو به دست گرفت؟ و چطوری این فرد نتونست سوار موج دستگاهی همراه بشه؟ و این آقا تونست سوار موج بزرگ بعدی بشه. کلاود کامپیوتینگ. چون فهمیدیم که این دستگاه‌ها نیستن که متحرکن، بلکه افراد متحرکن. کلاود یا اپ به ما امکان داد تا نرم افزارها رو در هر دستگاهی که مایل بشیم قرار بدیم. به نظر میرسه نادلا پذیرفته که برای حرکت با زمان این شرکت باید همون کاری رو بکنه که در ابتدا کرد. یعنی اجازه بده حداقل تا حدی جوان‌ها هدایتش کنند. بگذارین یه طرح اولیه از هایپزون رو نشونتون بدم.
لنین سیبالینگهام کارمند جوونیه که علاقه مفرطش به استریمینگ گیم ها باعث شده چهارمین جایزه داخلی هکاتون در سال 2017 رو از آن خودش کنه. ایدمون خیلی ساده بود. اینکه بینایی کامپیوتری رو روی لایو استریم اجرا کنیم. یعنی پیکسل به پیکسل درکشون کنیم. خواهیم لحظه های جالب رو پیدا کنیم و به مردم نشون بدیم. نتیجه هایپسونه. این یعنی طرفداران بازی‌های مطرح دنیا مثل فورتنایت میتونن با استفاده از وبسایت استریمینگ گیم مایکروسافت به نام میکسر به طور خودکار هیجان انگیزترین بخش‌های نبرد رو توی بازی پیدا کنند. بازی حدود 25 دقیقه طول میکشه و در مراحل اول کسر کننده است. اما در ادامه خیلی خیلی هیجان انگیز میشه، یعنی وقتی حدود 2-3 بازیکن باقی میمونن. ما سعی میکنیم از این فناوری استفاده کنیم تا این لحظات حساس پایانی بازی ها رو تشخیص بدیم. و کارکنان مایکروسافت هر موقع ایده جدیدی داشته باشن به اینجا میان، به گاراژ، که هک کنند، بسازند و روی ایده های جدید کار کنند. اما باحال‌تر از گاراژ چی میتونه باشه؟ غار خفاش ها. And I'm looking at a visualization of global earthquakes over the last 50 years or so. مایکروسافت یک بار نحوه کار کردن ما رو با عرضه ویندوز تغییر داد. این بار ممکنه بتونه محل کار آینده ما رو عوض کنه. اینجا میتونه ایده‌ای بهتون بده از یک اتاق کار و نحوه تعامل ما با کامپیوترها در آینده که همه چیز با استفاده از سربند واقعیت افزوده هولولنز انجام میشه. امروز دو تا از بچهای تیم به ما میپیوندن. پیتر و جینا. جینا از نیویورک با ماست. اینجا امکان فراهم کردن که بشه همکارهات رو در دفاتر دیگه ببینی. چشم‌اندازی از آینده که همه میتونن یک جا با هم ظاهر بشن و همزمان تصاویر و ویدیوهای یکسانی رو در فضای سه‌بعدی همرسانی کنند. و اینجا یک مدل بزرگ از مریخ داریم. هرچند خیلی عالیه، ولی الان ممکنه یک ذره زیادی آینده نگرانه به نظر بیاد. اما بعید نیست وقتی اولین بار مردم در دهه 80 از ویندوز استفاده می‌کردند هم همین حس رو داشتند. ولی مهمتر از هر چیز به نظر میاد مایکروسافت داره مسیر متفاوتی از گذشتهش رو میره. فناوری تا حالا کمک زیادی کرده به افرادی که دچار مشکلات مختلف جسمی هستن یا نوعی از معلولیت رو دارن. همکارم اسپنسر کلی این بار رفته به سیاتل و به سراغ فناوری رفته که با ایجاد صدای سه‌بعدی کمک میکنه به افرادی که نابینا هستن یا مشکل بینایی دارند تا جهتیابی بهتری داشته باشند. خب یک هدفون فسفری خوش رنگ دارم. من با آموس میلر و سگ رهنمایش تریور در سیاتل هستم و قرار است ساوند اسکیپ امتحان کنم. این یک اپ مسیریاب سه‌بعدی است که به جای تصویر از صدا استفاده میکنه. Okay. خب الان صداهایی را میشنوم. مرکز ترانزیت اوورلیک 235 متر. همینطور که سرم میگردانم، هدفونم صداهای استریو را با جهت من تنظیم میکنه تا از جهت درستی به گوشم برسه. سه‌بعدی بودنش پیدا کردن مکانها رو خیلی راحت میکنه. دیگه لازم نیست مدام در ذهنتون محاسبه کنین و درگیرش بشین. به راحتی میشنوین که مقصد کجاست. به این صدای سه‌بعدی میگن Dynamic Binaural Sound و ما قرار است با استفاده ازش مقصد ما رو پیدا کنیم. به جای دستور قدم به قدم، ساوند اسکیپ مثل یه بیکن مجازی صدادار عمل میکنه. ما میتونیم بشنویم مقصد کجاست و خودمون تصمیم بگیریم چطوری به اونجا بریم. میشنومش. از کدوم سمت میشنویش؟ خیلی هم طبیعی است. فقط حدودی باید به سمت جهت صدا رفت. فکر کنم این طرفه. یعنی فقط به اون سمت حرکت میکنیم؟ خب، الان باید از مهارت‌های حرکتیمون استفاده کنیم. بله. باید به اجسامی که دور و برمون هستن توجه کنیم. آها، یعنی فقط نباید به اون درخت بخوریم. فقط نباید بریم تو درخت. باشه. سگ من برای پرهیز از درخت‌ها خیلی خوبه. عالی. را بیافتیم؟ فکر کنم سگ‌ها درخت‌ها رو دوست دارن. دقیقاً. می‌دونی که منظورم چیه؟ در این سیستم چیزی که جالب است این است که با چرخش گردنم صدا در جهت خودش باقی می‌ماند. دقیقاً. برگرد ترفو. ببخشید جلو افتادم. این واقعیت افزوده در صدا است و ایده خیلی خوبی است. صدا کاملا قوی و واضحه. بنابراین همزمان میتونین با دوستان حرف بزنین و راهتان هم پیدا کنین. اینجا سه تا پله است. بریم. 2-3 پیداش کردیم. این به معنای واقعی کلمه بیکنه. بیکن صدادار. انگار واقعا یکی داره صدایت میکنه. دقیقاً.
ماه فوریه است و فصل اسکاره. جایزه مورد علاقه کلیک هم جایزه بهترین جلوه های ویژه است. پارسال با دست‌اندرکاران جلوه های ویژه فیلم های فوق العاده ای صحبت کردیم. در 4 هفته آینده قراره با معروف ترین افراد این صنعت گفتگو کنیم و از اونا بپرسیم بهترین فیلم های پارسال رو چطور خلق کردند. و بی‌تعارف فیلم اونجرز اینفینیتی وار یا انتقام جویان جنگ ابدیت بزرگترین فیلم پارسال بود. روی هر سکانسش چندین شرکت جلوه‌های ویژه کار کردند تا محیرالعقول ترین قهرمانان دنیا رو به تصویر بکشند. In time, you will know what it's like to lose. To feel so desperately that you're right, yet to fail all the same. فکر کنم توش 3500 نمای جلوه های ویژه به کار رفته. برای هر فیلمی این عدد خیلی بزرگیه. سکانس خیلی مهمیه. صحنه ای که ابونی ما پایین میاد و سعی میکنه مهر زمان رو از دکتر استرنج بگیره. یک کاتالوگ داریم که درش تمام داده ها و ثبت حرکات رو از این قبیل رو دسته‌بندی کردیم. همکارامون به گرینیچ ویلج رفتن و تقریبا از همش عکاسی کردن. صحنه اصلی در آتلانتا بود و از بازیگرها در اونجا فیلم برداری شد. در حالی که درخت‌های آتلانتا پر از برگ و سرسبز بودند، به اونها گفته بودیم که تصور کنن وسط صحنه جنگن و تمام درخت‌ها به آتش کشیده شدن. تمام تصاویری که از نزدیک می‌بینین و تمام سوختن‌ها با جلوه‌های ویژه جایگزین شده. به نظر کاملا باورپذیر میاد. چون کار ما خیلی زود و در مرحله پیش تولید شروع شد، لباس ها هنوز دو بعدی بودن. هنرمندهای مفهومی مارول روشون کار میکردن و وظیفه ما این بود که سعی کنیم اونا رو با گرافیک کامپیوتری خلق کنیم و از نظر حرکتی هم ببینیم لباس ها شکل و فرمشون موقع حرکت چجوری میشه. یکی از بخش‌های مهم لباس آیرون من بود که در اون از فناوری نانو استفاده می‌شد. رابرت داونی جونیور نقش زیادی در نحوه کارش داشت. در واقع لباس قرار بود با کشیدن دوتا بند تنگ بشه و فناوری نانو در سراسرش فعال بشه. که البته ایده خودش بود. سپایدرمن هم مشکلات خودش رو داشت. در واقع خیلی منعطف بود و بعضی حرکاتش قابلیت اجرا توسط بدن انسان رو نداشت. بنابراین با نورپردازی این صحنه ها رو پنهان کردیم. خیلی از جلوه ها در سناریو و استوری بورد تعریف شده بودند. مثلا اینکه آجرها چطوری حرکت کنند، به بالا پرواز کنند و مثل دارتی که پرتاب میشه عمل کنند. برای طراحی شخصیت ها هم همیشه به منابع مختلف رجوع میکردیم. اما اون یک شخصیت فضاییه و منبع مناسبی برای الهام گرفتن وجود نداره. ما صفاتش رو به خوبی میدونستیم، اینکه یه جادوگر پیر و متشخصه. پس به بازیگرهای انگلیسی متشخص نگاه کردیم و اینکه موهاشون و حالت پوستشون چطوریه و مقداری از خصوصیات و حالات بدنشون رو در طراحی این شخصیت گنجوندیم. خب به پایان برنامه هفته کلیک رسیدیم. تکرار این برنامه در وبسایت ماست. به نشونی همیشگی bbcpersian.com/click این برنامه و برنامه قبلی رو میتونید توی یوتیوب BBC فارسی هم تماشاش کنید. با ما در تماس باشید، نظر و پیشنهاد بدید به توییتر @persianclick و همینطور به صفحه فیسبوک ما که نشونه‌اش رو اینجا می‌بینید. تا برنامه بعد و موضوعات اینو بدرود و خدا نگهدار.